توی این ویدیو میخوای با ماهیت سینما فوردی آشنا بشید. با من همراه بشید. سلام بچه‌ها، با لحال هستم. به پیج من خوش اومدید. همینطور که میدونی سینما فوردی یکی از آموزش‌های جدیدیه که به پیج اضافه شده و سینما فوردی ابزار بسیار خوبیه که میتونی با افتر افکت باش کار کنیم تا ویدیوهای خیلی خیلی جذاب و خوبی بسازیم. با من همراه باشید تا ماهیتش رو بهتون نشون بدم. اول قضیه یه که وقتی سینما فوردی رو باز می‌کنی، من خودم بچه‌ها وقتی دفعه اول سینما فوردی رو دیدم، اصلا همه لرزه‌های در واقع 3D یه جوری اینطوره، یه ذره گیج کننده است و یه ذره که وای این همه ابزار چیه اینجا و این همه کار چیه. بلوها رو توی یک ویدیو بعدی بهتون توضیح میدم به طور کامل، ولی یه مشخصه کلی از سینما فوردی بهتون بگم. این صفحه توصی وسط رو ببینید بچه ها، این صفحه توصی در واقع بخشی هستش که شما توش کار میکنید و اون محیط کاری شماست. دقیقاً مثل اون داکیومنتی که توی فتوشاپ باز کردید یا اون صفحه‌ای که توی افتر افکت دارید و بعد یکی یکی لایه هاش رو بهش اضافه میکنید. چیزی که هست اینه که بچه ها توی اون افزاری مثل فتوشاپ شما یک لایه بک‌گراند دارید به صورت پیش‌فرض. خب فقط هم فتوشاپ تا اونجایی که من میتونم این لرافزار داره، حالا توی لرافزاری که ما کار کردیم بک‌گراند پیش‌فرض فتوشاپ رنگ سفید هستش. خب و اگر شما هیچ کاری هم نکنید و اون کار رو سیف کنید، یه کاغذ سفید به شما نشون میده، یه بک‌گراند سفید به شما نشون میده. اما لرافزارهای دیگه مثل الستریتور، مثل افتر افکت، مثل پریمیر، خب و حتی همین سینما فوردی، اگر شما هیچ آبجکتی روی صفحه قرار ندید، خب هیچ چیزی به شما نشون نمیده. یعنی این صفحه شطرنجی ما یه جوری گایدلاین بله، ببینید تا بی نهایت ادامه داره. من این حرکت رو با اسکرول باز انجام میدم که عقب جلو میشه بچه. خب ببینید این محیط من هیچ وقت تموم نمیشه. مثل این میمونه که شما توی یک محیط بی نهایت قرار دارید که حالت 3D داره. حالا باید ابزاراتون رو کنار هم دیگه بچینید و ابجکتاتون رو بچینید. افتر افکت هم همینطوره بچه. شما تا لایه ای رو بهش اضافه نکنید، حتی مثلا یه لایه سالید ساده، هیچ چیزی بهتون بر نمیگرده. یعنی اگه رندرش کنید خوابه خوابه. پریمیر هم همینطوره، الستریتور هم همینطوره. الستریتور اصلا ممکنه که یک صفحه سفید بهتون نشون بده، ولی همون بک‌گراند فتوشاپ هم نداره. پس اینو دقت کنید، نرم افزاری که مثل فتوشاپ یه صفحه سفید بهتون میدن، شما اگه کار نکنید اون صفحه سفید هم هست که اگر میخواد باید تغییرش بدید. ولی نرم افزاری دیگه وقتی شما انجام میدید در واقع ترانسپرنت کار میکنید و هیچ چیزی پشتتون نیست. یا این که اگر حالت رندرتون طوری باشه که مثلا باید یه چیزی حتما بک‌گراند باشه، معمولا اون بک‌گراند سیاه. حالا اینجا من میام یه آبجکت عادی درست میکنم که یه ذره بیشتر میبینید. ببینید روی این گزینه من کلیک میکنم و برای یه طوره مکعب. همینطور که نگاه میبینید بچه یه سری هندل اینجا هست که سبز و آبی و قرمز هست. رد، گرین، بلو، RGB. دقیقا اینا همونن. و هر کدوم از این هندل ها یه کار رو انجام میدن. ببین یه سری هندل هم داری با گوشه. اگر من هندل سبز رو نشون بدم، ببین این الان مرکز این صفحه بوده، یعنی نصفش پایین این صفحه است، نصفش بالای این صفحه است. پیشفرض سینما فوردی اینه بچه ها، بیشتر افزار 3D پیشفرض شده که نصف و نصف آبجکت بالا، نصف آبجکت پایین از اون صفحه ای که در واقع مد نظر شد. شما بیارید این رو اگر بخواید بیاریش بالا، باید بیاریش رو و همینطور که ببینید یه مختصاتی بهتون. قرمز رو حالت X حرکت میکنه، آبی رو حالت Y حرکت میکنه و سبز به حالت Z حرکت میکنه. و هر کدوم از این هندل های گوشه‌ای که هستش، ببینید دو تا هندل رو شامل میشه. ببینید وقتی من روی کلیک میکنم دو تا هندل رو شامل میشه و به مرکز اتصال اون دو تایی دیگه. این هندل آبی من رو ببینید بچه ها، وقتی روش قرار میگیرم به من فلش سبز و فلش قرمز رو نشون میده و من اگر که حرکتش بدم، ببینید به نسبت مرکز این دوتا حرکت میکنه، درست؟ اگر من قرمز رو بگیرم سبز و آبی رو در نظر میگیره و به مرکز اون تغییر پیدا میکنه و سبز هم اگر نگهش دارم به مرکز اونا تغییر پیدا میکنه، درست شد؟ و این لغاتی رو که این پشت میبینید بچه ها، بذارید من رو بکشم کنار. ببینید این لغاتی که اینجاست در واقع مرکز صفحه شماست. خب اینا به صورت پیشفرض اینجا قرار داره که مرکز صفحه شماست. اگر اینا رو فراموش کردید که چیکار میکنن، اینجا راه لباشون هست. حالا یک گزینه دیگه، اگر من بخوام آبجکتم رو بزرگتر کنم باید چیکار کنم؟ ببینید
توی نرم افزارهای فتوشاپ و حالا افتر افکت و هر چیز دیگه، وقتی شما اون شی رو کلیک میکنید، یه سری لغات دور اطرافش هست که هر کدوم از اونا رو بگیرید بکشید، ابزارتون بزرگتر میشه، اون شیتون بزرگتر میشه. ولی تو سینما 4D اگر بخواد اسکیل یه چیزی رو تغییر بدید، یعنی سایزش رو عوض کنید، باید بیاید اینجا و گزینه اسکیل رو بزنید، ببینید هندلاش چه شکلی میشه. اون حالت مربعی که توی نرم افزار هست اینجا هست. حالا بگیرید و بکشید بر اساس اون مقداری که مشخص کردید، این بزرگ و کوچیک میشه. درست شد؟ و اگر بخواید آبجکتتون رو بچرخونید، بازم با توی نرم‌افزار قبلی با همون لغات میشه این کار کرد، ولی توی سینما 4D بعد این گزینه روتیت رو انتخاب کنید و بعد بر اساس همون مقدارهای XYZ یا همون RGB که اینجا هست، ببینید اینجا هم خطوطش مشخصه، شروع کنید به چرخوندن. و خوبیش چیه بچه ها، اگر دقت کنید مرکز سفر رو داره بهتون درجه‌ای که تغییر میدید رو بهتون نشون میده. درست؟ پس ما میتونم این رو به هر حالتی که دوست دارم بچرخوندمش. روی هر ابزاری که باشید بچه ها، وقتی اسپیس رو میزنید برمیگردید روی ابزار سلکشن تول که میتونید اون ابجکت رو انتخاب کنید. اینا رو دقت داشته باشید. به همون راحتی امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. منتظر ویدیوی بعدی ما باشید. دوستتون دارم. فعلا خدافظ.